برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پنجشنبه 5 بهمن 1402 شمسی برابر با 25 ژانویه 2024 میلادی در پیامی پیش شرط‌های ارائه کمک‌های بشردوستانه مؤثر در نوار غزه را اعلام کرد. گوترش در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت: برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به امنیت و تجهیزات بیشتری نیاز است. دبیر کل سازمان ملل همچنین تأکید کرد این نهاد باید به شمال غزه دسترسی پیدا کند و افزود: من خواهان دسترسی سریع، ایمن، بدون مانع، گسترده و پایدار کمک‌های بشردوستانه در سراسر نوار غزه هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن هشدار درباره موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه استخبارات طالبان گفته تنها طی 2 روز 3 خبرنگار در کابل بازداشت شدند. این نهاد بین المللی از طالبان خواسته که سیاست‌های سرکوبگرانه و ارعاب علیه خبرنگاران ها متوقف کرده و احسان اکبری، خبرنگار آژانس کیودو ژاپن را که هنوز در بازداشت است، فوراً آزاد کنند. حکومت طالبان در واکنش گفته که بر اساس اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان است. گزارشگران بدون مرز گفتند جامعه رسانه‌ای در مواجهه با موج نگران کننده از بازداشت‌ها در کابل قرار گرفتند. منابع محلی و خبری گزارش دادند که نیروهای امنیتی پاکستان موفق شدند یک شبکه بمب‌گذاران انتحاری را متلاشی کنند. این منابع در ادامه افزودند: نیروهای امنیتی پاکستان طی عملیاتی در شهر کراچی یک شبکه تروریستی وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان متشکل از بمب‌گذاران انتحاری را متلاشی کردند. یکی از مسئولان کشور مالی اعلام کرد که بیش از 70 نفر در ریزش یک معدن غیرقانونی طلا در جنوب غربی این کشور کشته شدند. یک مسئول بلندپایه در اداره ملی فناوری و معدن دولت مالی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بیش از 70 نفر در ریزش یک معدن غیررسمی طلا در اواخر هفته گذشته جان خود را از دست دادند و عملیات جستجو در سایه نگرانی از افزایش قربانیان همچنان ادامه دارد. بر پایه این گزارش، هنوز علت ریزش این معدن که در منطقه کانجابا در اقلیم کولیکورو در جنوب غربی مالی قرار دارد مشخص نشده است، اما چنین حوادثی به طور معمول در این کشور روی می‌دهد. گفتنی است که مالی سومین کشور بزرگ تولید کننده طلا در آفریقا به شمار می‌رود. مسجد و حسینی آلیاسین از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر سیدنی استرالیا از ابتدای ماه رجب العصب 1445 هجری به برگزاری مراسم‌های دینی و مذهبی ویژه این ماه پرداخته است. این حسینیه در این راستا مراسم‌های جشنی در روزهای شنبه 8 رجب و سه شنبه 12 رجب به مناسبت ایام میلاد امام جواد علیه السلام و همچنین میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام برگزار کرده است. مراسم‌های مذکور با حضور شیعیان و پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و سخنرانی دینی و شعرخوانی و مدیحه سرایی همراه بوده است. در ماه ژانویه 2024 2 کنفرانس در پاریس و مارسی جنوب فرانسه به مناسبت بزرگداشت امیر عبدالقائد الجزائری برگزار شد. این شخصیت فرهنگی به عنوان سمبل گفتگوی ادیان و مذاهب و در عین حال مبدع دیپلماسی مذهبی در شمال آفریقا و در اواسط قرن 19 شناخته می شود. محمد بشار عرفات، مدیر مرکز اسلامی بالتیمور و جان کیسر، مدیر بنیاد امیر عبدالقادر، از هر دو از آمریکا در این زمینه به ایراد سخن پرداختند.